سرخط مهمترین اخبار، خبر فوری از ولایت بدخشان و در ادامه ناپدید شدن یک خبرنگار در ولایت ننگرهار. خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای خبری کانال وان سمارت. برای آگاهی از اخبار جدید روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید. گلشیفته یفتلی روی صفحه رسمی تویتر خود می نگارد: خبر عاجل، ولسوالی شهدای ولایت بدخشان، سرزمین لعل لاجورد، مرکز شیران، سه فرمانده ضد طالب با پرسنل توشان داخل ولسوالی شهدا شدند. قرار گزارشات که به ما رسیده، اینجا فساد کنترل این ولسوالی تحت پوشش مقاومت جران قرار گرفته. به گفته مبارزین ولایت بدخشان، عنقریب عملیات تهاجمی از این ولسوالی آغاز می شود. و همچنان این در حال است که اطلاعات روز روی صفحه وبلاگ خود می نگارد: مرکز خبرنگاران افغانستان از ناپدید شدن یک خبرنگار در ننگرهار خبر داد. مرکز خبرنگاران افغانستان می گوید که عرفان الله بیدار، مجری رادیو صفا در ننگرهار، از یک هفته بدین سو ناپدید شده است. این نهاد امروز سه شنبه 27 سرطان با نشر اعلامیه گفته که برخی از منابع نیز از بازداشت آقای بیدار توسط استخبارات طالبان خبر می دهند. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از یک منبع محلی نوشته است: این خبرنگار محلی پس از شش روز چهارشنبه 21 سرطان از مقابل مسجد ایدگاه شهر جلال آباد همراه با موترش ناپدید شده است. برادر آقای بیدار به مرکز خبرنگاران افغانستان گفته که او با کسی دشمنی شخصی نداشت و آنان نگرانی وضعیت او هستند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان خواسته که با روشن ساختن وضعیت او هر چیزی در زمینه بازگشتش را به خانه فراهم کنند. مسئولان محلی طالبان در ننگرهار تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. بر اساس آمار مرکز خبرنگاران افغانستان، در حال حاضر دست کم 3 خبرنگار در زندان طالبان هستند. این مرکز از طالبان خواست که از بازداشت، تهدید و ایجاد محدودیت بر کار خبرنگاران خودداری کند. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما بودید. برای آگاهی از اخبار جدید روزانه کانال ما را سابسکرایب نمایید.